کاربرد افعال مدال ماست و have to How you should use must and have to دوستان عزیزم امروز قرار در مورد کارکرد این دوتا فعل مدال ماست و have to و اینکه چه زمانی از این دوتا فعل مدال استفاده کنید وقتی که از این دوتا فعل مدال استفاده می کنید جملتون چه معنی میده قرار همه اینها رو به شما از آن آموزش بدم و در مورد این نکات با همدیگه صحبت کنیم اما قبل از اینکه ویدیو امروز رو شروع کنم این ویدیو گرامر درس دوم در سطح متوسط دو هستش اگه هنوز گرامر درس اول رو نگاه نکردید حتما برید ویدیو گرامر درس اول رو نگاه کنید داخل اون ویدیو به طور کامل براتون آیویش سنتنسز یا جملات آرزوی رو توضیح دادم با معنی و مثال های انگلیسی که به فارسی براتون معنیش کردم و بعد از اینکه اون ویدیو رو نگاه کردید بیایید و این ویدیو رو تماشا کنید Well guys, my name is Sattar and I hope you all are doing great. Today we're going to talk about must and have to. امروز همونطوری که گفتم قرار در مورد این دوتا فلم مدال صحبت کنیم. Well guys, without further ado, let's get into today's session. بدون وقت تلف کردن بیشتر بین درس این جلسه رو شروع کنیم. Let's go! خب نکته اولی که باید حتما 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 در مورد ماست و هفت تو رعایت کنید اینه که هر دوتای این کلمات وقتی که داخل جمله مثبت بیان معنیشون یکیه یعنی شما وقتی که میخوای یه جمله مثبت بگی و ماست و هفتو رو نمیدونی کدومش رو بذاری هر کدومش رو که بذاری درسته و از نظر معنی هیچ تفاوتی داخل جملت ایجاد نمیکنه خب این نکته خیلی مهمه که گفتم میخوام حالا برم ما و تو رو توضیح بدم یعنی چی برای چه وقتی استفاده میشه وقتی که میخواین الزام رو نشون بدید وقتی که میخواین اجبار رو نشون بدید ما تو زبان فارسی میگیم که تو باید این کار رو انجام بدی حالا تو باید این کار رو انجام بدی رو چجوری به زبان انگلیسی بیان میکنیم از ماست و have to استفاده میکنیم از ماست و have to و همونطوری که گفتم ماست و have to توی جملات مثبت فرقی نداره از نظر معنایی میتونید هر دو رو استفاده کنید بریم چند تا مثالشو ببینیم که قشنگ بیاد دستتون که چجوریه They must stay here they must stay here اونها باید اینجا بمونن they can't leave یعنی چی یعنی they can't leave نمیتونن برن باید بمونن they have to stay here they have to stay here بازم یعنی چی؟ یعنی they can't leave یعنی نمیتونن برن پس must یعنی باید have هم اینجا یعنی باید هر دوتاشون تأکید و اجبار و الزامه حالا یه نفر حال میکنه تو حرف زدن شیو میگه که مثلا they, can't stay, uh, they must stay here یه نفر حال میکنه میگه they have to stay here هیچ فرقی بین معناشون توی جملات مثبت؟ نیست اما این قضیه در مورد جملات منفی فرق میکنه توی مثال اینجا الان براتون توضیح میدم وقتی جمله منفی میشه از نظر معنایی و از نظر گرامر این دوتا فعل مدال استفادهشون تغییر میکنه They must not say They must not stay. اونا نباید بمونن. یعنی چی؟ یعنی they can't stay. یعنی نمیتونن بمونن. یعنی آسمون به زمین برسه هر چیزی که بشه اونا باید برن. اونا نمیتونن بمونن. پس must وقتی در جمله منفی میاد یعنی اجبار و الزام صد درصد. اما they don't have to stay. مجبور نیستن بمونن. یعنی چی؟ یعنی they can go or they can stay میتونن بمونن میتونن نر... می برن انتخابش با خودشونه پس فرق ماست و هفت توی جملات منفی چی شد ماست الزام و اجبار صد درصد هفت توی جملات منفی داره میگه که آقا انتخاب دست خودته میتونی بمونی میتونی این کار بکنی میتونی نکنی الزام و اجبارش مثلا اگه سی باشه ماست صده خب حالا یک نکته خیلی مهم که هست میخوایم روش منفی کردن این دوتا رو بخونیم چون که وقتی که منفیشون کردیم نه تنها از نظر معنایی بلکه از نظر گرامری هم با هم دیگه فرق میکنن ماست رو چجوری میاییم منفی میکنیم؟ بعد از ماست یه دونه نات اضافه میکنیم پس ماست تبدیل میشه به چی؟ میشه ماست نات ماست ماست نات و روش منفی کردن have to have to هم به این صورته که doesn't یا don't رو بر اساس فائلمون قبلش میاریم پس have to میشه چی میشه؟ don't have to doesn't have to بر اساس فائلمون doesn't یا don't رو استفاده میکنیم پس دیدید همونطور که توی جملات منفی معنیشون فرق کرد گرامرشون هم فرق میکرد must not doesn't have to don't have to خب یه نکته جالبم که هست اینه که ما میتونیم از عبارت have got to have got to به جای have to استفاده کنیم have got to have got to چرا اینو دارم بهتون درس میدم به خاطر اینکه خب شما ممکنه خودتون استفاده نکنین چون با have تو ممکنه راحت تر باشید اما وقتی که دارید با یه نفر صحبت میکنید have got to همونقدر که have تو بین مردم رایجه have got هم رایجه یعنی خیلی جاها ممکنه بشنوید طرف داره میگه have got to i have got to و شما ممکن بگید که این گات وسط چیه داره اشتباه میگه اصلا اشتباه نمیگه صرفا میتونید به جای have to از i have got to استفاده کنید have got و معنی اصلا تغییر نمیکنه. خب He must stop drinking alcohol. این یه مثال برای have got to. میگه که اون باید مصرف الکل رو متوقف کنه. He must stop drinking alcohol. خب توی جملات مثبت گفتیم must و have to هیچ فرقی با هم ندارن. یعنی اینجا میتونیم بگیم he has to stop drinking alcohol. هیچ فرقی نداره. حالا He has got to stop drinking alcohol. اینم با اون دوتا هیچ فرقی نداره. خب حالا مثال منفی ساختن ماست و have to رو میخوایم بزنیم. They mustn't sleep on the floor. اونا نباید روی زمین بخوابن. They must not sleep on the floor. اونا نباید روی زمین بخوابن. یعنی هر چی که بشه اجازه ندارن روی زمین بخوابن. They must not. اجبار این خیلی بالاست. They don't have to sleep on the floor. مجبور نیستن رو زمین بخوابن. اجباری توش نیستا میگه اگه دوست داری میتونی رو زمین بخوابی ولی مجبور نیستی. میتونی برید روی تخت بخوابی خب پس اینم تفاوت ماست و هفت تو در جملات منفی امیدوارم که از ویدیو امروز لذت برده باشید اگه لذت بردید لطفا این ویدیو رو لایک کنید اگه هنوز به کانال استار English سابسکرایب نکردید well guys what are you waiting for منتظر چی هستید please subscribe to this channel and share it with your family and friends لطفا به کانال استارینگوش گوش سابسکرایب کنید و با دوستاتون و خانوادهتون شیر کنید این کانال رو حتماً 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 اگه نظری دارید اگه سوالی دارید اگه پرسشی دارید توی بخش کامنت ها میتونید از من بپرسید و یادتون نره که با ماست و هفتو به صورت مثبت و منفی دو تا جمله بنویسید و داخل کامنت ها واسه من بفرستید به خاطر اینکه با نوشتن این جمله ها خودتونم خیلی راحت تر و بهتر میتونید گرامر ها رو یاد بگیرید Thank You guys, for watching this video, don't forget to like and subscribe and hit that notification bell. Thank you. See you tomorrow and bye bye.